منابع آگاه میگویند که برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، استرالیا و فرانسه درباره رهایی برخی از 400 زندانی طالب ملاحظاتی دارند. تأخیری که شده در مورد بین 7 تا 10 نفر است که جرایم بسیار سنگین دارند، مثل طراحی عملیات های انتحاری، قتل های مکرر و مواد مخدر، قاچاق برای مشهور مواد مخدر، و در این مورد خارجی ها و همچنان دولت افغانستان ملاحظه داره و طالبان تاکید دارن. و تا جایی که ما میدانیم میگن میلیون ها دلار برای طالبان در مورد رهایی اینا داده شده، یا اصلا طالب هم نیستن بعضیشون. کشورهای اروپا و استرالیا و بریتانیا از امریکا رسما خواستن که 6 نفر از زندانی های طالبان که در قتل اتباع این کشورها داخل بودن و حالی در زندان هستن و در داخل لیست 400 نفری طالبان هستن باید از زندان رها نشود. هرچند حکومت میگوید که از جمله این 400 زندانی طالب 156 تن به اعدام محکوم هستند، اکنون تلونیوز به سندی دست یافته است که نشان میدهد تنها در زندانهای پل چرخی و بگرام 124 زندانی محکوم به اعدام طالبان نگهداری میشوند که حکم اعدام 84 تنشان نهایی است. در نظامی که شفافیت نباشد، آگاهی دهی بر رسانه ها بر ملت نباشه، باید نگران باشیم. من نگران ازی هستم که اونا قبل ازی مسائل لوی جرگه آزاد شده باشه و در خانه های خود بوده باشه. من سل طالب بندی هم خوششی دیدم که سلور سوا کسی زیر دل سخن دری سوا کسان پراتلون کو دو دری ارزو که خلاص شی ما تحکاری سی دیر جر بودی بین لابانی خبرو مسئله شروع شی. در کنار 156 زندانی محکوم به اعدام، حکومت میگوید که 105 زندانی دیگر طالبان دارای مسائل حق‌العبدی، 34 تنشان اختطافگر، 51 زندانی قاچاق برای مواد مخدر، 44 زندانی آن شامل فهرست سیاه حکومت افغانستان و کشورهای متحده افغانستانند و 6 تن دیگر هم به جرم‌های اخلاقی زندانی شدند.